Ascolti Zio Luce, ancora Zio Luce, ascolti Zio Luce, ancora Zio Luce, al giorno sapevole, al giorno da me puce, al giorno sapevole, al giorno da me puce, al sole a sole, a porta ci da luce. Am soli am stoyem, am otashi zardushtem, mo otashi zardushti, mo kushta name kushtem, mo otashi zardushti, mo kushta name kushtem, mo ham kui khoroyem, devori bukhoroyem, mo ham kui khoroyem, devori bukhoroyem. نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توهین به تاریخ 1000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دینه پیشانی ها دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم من زرتشتیم دینم آتیشه قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان یا جمعی فتاده در راه یقین می ترسم از آن که بانک آید روزی که بی خبران را نه آن است و نه این یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از هیچ برآمدیم و بر هیچ شدیم با اجازه بابا بزرگمون حکیم عمر خیام نیشابوری کیوان نیشابوری بود اسمش
وقتی که جامعه عرب زده است همه باید اسم عربی انتخاب کنن، زبون رسمی عربیه، باید همه عربی بنویسن، عربی بگن، بعد میشه تاریخ و تمدن عرب. یه جایی بیان نداره. البته یاد تونر عزیز من، ما با هیچ قوم و قبیله و کشور و ملت و مملکتی دعوا و مرافع و خشونت و درگیری نداریم، الا الذین یحکمون فی ایران. فقط اینهایی که در ایران سرزمین آریایی ما اومدن روز به روز ما رو میکشن و از خودشون رو میبرن بالا و ما رو بی غیرت و بی همه چیز کردن. هیچ مردمی به این بدبختی و ذلت و بی غیرتی مردم سرزمین ما نبوده و نیست داره. هی میکشن، سال به سال میکشن. یادون میره. نه تنها یادمون میره، آرمان و بچه هارم یادمون میره. آرمان، امروز از خطر بزرگی میخوام شما رو باخبر کنم. خطر بزرگ، از یاد بردن آرمان دختران سلحشور.
پسران فرزندان دلیر کانونهای شورشی که یک انقلاب نو در جهان آفریدند. رهبرانش کیان 9 ساله، نیکای 20 ساله، مجید رضا رهنورد 28 ساله، محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، این قهرمانان بچه دیگه که من دختران ما اومدن تو خیابون روسری خودشون رو سوزوندن، کشته شدن. هیچ پوفیوز شاعری، هیچ حرامزاده هنرمندی نیومد این کارا رو ترسیم کنه. چند تا کار دیدید از هنرمندان ما که آتش زدن روسری رو بیان نقاشی کنن، بیان تابلو کنن، بیان مطرحش کنن در جهان؟ چند نفر رو دیدید از این هنرمندان، هنربندان که بیان صحبت‌های کیان پیر فلک؟ در 9 سالگی دانشمند، در 9 سالگی پیامبر، در 9 سالگی رهبر آزادی بخش، کی اومد از سخن دیل کیان با ما حرف بزنه؟ من به زینب درود میفرستم و آفرین بهش میگم که چه فریادی زد که قرآن نخوانید بر مزار فرزند من. کیان از قرآن بیزار بود. نه ترسید، میترسن این حرف بچه رو تکرار کنن، تکرارش رو میترسن. جهان چرا اومد پشت این انقلاب؟ میلیاردها دلار هزینه داره میره. چرا؟ به خاطر این شعارهای لایک بچه ها. خبرنگاره بدو بدو اومده بود، شنیده بود که این محمد رضا رهنورد یه وصیتی نوشته، سری داده به مادرش، از اون بالای خونه اومده پایین، چاقور هم برداشته اومده پایین، وصیتنامه نوشته داده به مادرش. این خبر داشت، خبر داشت که توی زندانم که بود با شکنجه هایی که بهش کردن چی گفته بود. با اینکه علم داشت بوده اومد، میکروفون گرفت جلو مجید رضا رهنورد. نوروزه، نوروزه، باید یاد اونهایی رو بکنم که روز نو رو به سرزمین ما ارمغان دادند با جان خودشان. میکروفون گرفت که چی بپرسه؟ وصیتت چیه؟ تو چی یادش رفته بود میخواست بعد بگه؟ داد تو دهنش، گفت گفتی قرآن نخونن. گفت بله، بر مزار من قرآن نخوانید، نماز نخوانید. گفت چی کار کنیم؟ موزیک شاد بگذارید، شادی کنید. نیکا شاکرمی، حدیث، سارینا و مهسای عزیز که کشته شدند برای رقص و زیبایی نشان دادن و زن بودنشون، شما کی اومدید از اینا یادی بکنید؟ بچه های مالی که دختران که کشتن از قبل نشون کرده بودن، اینها به خاطر این بود که مثلا میرقصیدن و فیلماشو میذاشتن روی اینستاگرام. اینا رو نشون کرده بودن، این بچه ها رو زدن کشتن. ولی شما ببینید